ما برگشتیم. سلام به همگی دوستان، آشنایان، علما، فضلا، اغلا. سلام علیکم. سلام مجدد. چه خبرها دیگه؟ شام زدین یا بعد کلاس شام میزنین؟ کدوماشه؟ شامو زدین یا بعد از کلاس شام میزنین؟ فکر کنم بعد از کلاس بزنین. آره، فکر کنم بعد از کلاس بزنین. خب اما برای بچه عزیز بریم سر وقت. آقا جون زدین؟ خب نوشه جون، اونایی که شامو زدن نوشه جون، ما اینجا گشنه. یه وقت نگه این بچه اینجا داره لهله میزنه، یه غذایی یه چیزی ورداریم ببریم براش. این پسرا، به قرآن ما دانش آموز پسر بودیم، عرضم به حضورتون که اینا هم دانش آموز پسرن. والا به جان خودم، قبلنا ما تا اون سر آقا جون کوه می رفتیم. شما چجوری می؟ ما جریمه رو به جون می خریم دیگه. نه تره می دونم استاد. بچه های پشت صحنه که می رسن نه با رفتن، امروز زیاد عوامل پشت صحنه نیستن. خب آره پسرن خیلی زبلن این پسرا. آفلاینشو مثل این که میذارن. آره آفلاینشو مثل این که میذارن. نمیدونم، ولی ریسک نکن که بگی من حالا آفلاینشو میبینم، شاید یهو دیدی نذاشتن چون این کلاس اصلیمونی، ولی تو کام بذارم. خب این از این قضیه. من جای یکی از پسرا بودم، همین الان بلند میشدم میرفتم یه ساندویچ میگرفتم میآوردم در آموزشگاه میدادم به معلمم. به قرآن، دانش آموزم دانش آموزهای قدیم. ای خدا این همه بیا اینجا جنبندی بذار، این همه بیا اینجا نمیدونم کار کن، تست بزن، مرور کن، فلان، بعد آخرش هم اینجوری میشه. من اون کلا به نشانه اعتراض بذارم، این بیلبیلک دوربین رو پیچوندم، قیافه خودم رو میبینم. خب میگه توقعاتتون از پسرها بالاست، میشه بگید بذارن تو رو خدا؟ آخه جای دیگه کلاس داشتم برای هم. باشه چشم، من فکر کنم بذارن، نگران نباشین، آفلاینشو میذارن. آره خب آره ساندویج اون موقع رضا، یادتون میاد از رضا لقمه ساندویج گرفتم به خاطر کلاس شما وای نستم ساندویج ها بخورم. واقعا که یه جور غیرت این پسرا ندارن در مورد معلمشون. از دخترها انتظاری نمیره، کلن دخترها که بیوفان، دخترها که کلن آقا جون وفا ندارن، ولی پسرها که آقا جون دیگه بعد یه چی بگم. آقا من میرم سراغ تست، بسم الله الرحمن الرحیم، بریم سراغش. میگه آقا جون نهیب هشدار کننده الهی به انسان خفته ای که دورای بندگی را به غلط طی کرده. دورای بندگی که داره میگه منظور بندگی بین شیطان و خداونده. گرفتی چی شدش؟ خب داستان این سوال بچه ما رو رهنمون میکنه به درس چهارم. من یه توضیحاتی در مورد درس چهارم بدم، بعد بچه ها سریع برگردیم به ادامه کارم. بچه اگه یادتون بیاد موضوع درس چهارم در مورد یه مبحثی بود تحت عنوان اخلاص در بندگی. اگر عزیزان من به خاطر بیارین، ما گفتیم اخلاص به معنای یگانه شدنه. پس اخلاص در بندگی بچه به معنای یگانه شدن در بندگی خداونده. که اگر عزیزای دل من یادتون بیاد، ما گفتیم این که ما در بندگی خدا یگانه شیم، فقط خدا رو بندگی کنیم، فقط خدا رو عبادت کنیم، شما رو یاد چه توحیدی میندازه؟ یاد توحید عملی میندازه، که در مورد این قضیه ما با هم دیگه صحبت کردیم و نکاتش رو بررسی کردیم. اما عرضم به حضور گلتون که بچه
در ادامه ایاتون بیاد در مورد اخلاص سربندگی، که ما پس گفتیم اخلاص سربندگی همون توحید عملیه، این که من همه کارامو در جهت خاص و رضای خدا انجام بدم. ایاتون بیاد بچه ها در باب اخلاص سربندگی ما یه آیه تو درس داشتیم، همون آیه که خداوند میفرمود قل انما اعظکم بواحدت، بگو برای شما تنها یک پندو اندرز دارم، ان تقوموا لله مصنا و فرادا، این که برای خدا قیام کنید دوتا دوتا و یکی یکی. حالا که اگه یادتون بیاد بچه ما گفتیم قیام برای خدا یعنی این که شما همه کاراتو برای رضای خدا انجام بدی. من بهت گفتم قیام به معنای این که آی نفس کش، شمشیر رو بکش، بریم با دشمنان خدا بجنگیم و سامورایی بازی و فلان، این حرفا نیست، اون جهاد در راه خداست. قیام برای خدا به این معنای که شما از بسم الله کارات تا آخرش رو برای رضای خدا انجام بدی، به این اصطلاح میگن قیام برای خدا، که همون اخلاص سربندگی یا توحید عملی. اوکی این هستی. بعد بچه هایی یادتون بیادش ما یه دونه آیه دیگه هم تو درس 4 داشتیم، این یکی رو بگم بچه ها، کل آیات درس 4 با هم مرور کردیم، همون آیه‌ای که خداوند درش میفرماید الم اعهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین. آیه میفرمود مگر با تو پیمان نبستم ای فرزند آدم که از شیطان پیروی نکنی، به چه علتی، به چه دلیلی، انه لکم عدو مبین، او برای تو دشمنی آشکار است، و ان اعبدونی هذا الصراط المستقیم. اولا که من یه نکته‌ای بگم، همه بچه‌ها احتمال زیاد تاریخچه این آیه رو یادشونه. بچه‌ها این آیه اگه به خاطر بیارین در مورد این مسئله بود که ما گفتیم گرایش به پرستش یک امریه که در ذات و فطرت انسان‌ها هست و ما انسان‌ها فطرتاً گرایش به پرستیدن داریم. حالا بچه ها این آیه خطاب به کساییه که گرایش به پرستش خشون به خدا رو نادیده گرفتن و رفتن بنده هوا و هوس و شیطان شدن. اوکی چشم، جزه پرشدش رو تو گروه بذارم، بذار ایتونستم چشم میذارم، که بچه اگر به خاطر بیاری ما گفتیم عبارت احد داره دقیقا همون مسئله رو میگه، وقتی خدا عنوان میکنه که آی انسان من باد پیمان بستم که از من عباد ایروی کنی یا منو پرستش کنی، یعنی این که گرایش به پرستش در ذات و فطرت تو گذاشته شده، و البته این که ما فطرتن به سمت خدا گرایش داریم یادآور یه مسئله دیگه هم هست به نام سرشت خدا آشنا. بچه ها سرشت خدا آشنا تو سال دهم یادتون میاد؟ این که یکی از نتایج سرشت خداشنایی بود که ما به سمت خداوند گرایش داریم. البته بچه ها در انتهای این آیه که خداوند می فرمون و ان اعبدونی هذا الصراط المستقیم، منو عبادت کنین این راه راسته، یعنی بچه ها بنابر اون آیه تنها راه درست زندگی انسان انجام چه کاریه؟ عبادت خداونده. حواستون باشه وقتی آیه میگه و ان اعبدونی هذا الصراط المستقیم، منو عبادت کنین این راه راسته، یعنی اینکه بچا تنها راه درست زندگی انسان عبادت خداونده، بندگی خداونده. اوکی این از این قضیه. خب اما بچا یه زحمتی برای بنده بکشین چیکار کنین؟ اینو پس حتما به خاطر بسپارین که بنابر اینا تنها راه درست زندگی عبادت خداست. اون که هیچ، بحثشو بستیم رفت به کارش. عرضم به حضوری گلتون که بچه ها حالا با این تفاصیل میتونیم برگردیم به سوال. سوال میگه چی؟ میگه آقا نعیب هوشیار کننده، یعنی اون تذکری که به خدا انسان خدا به انسان میده در مورد اون کسایی که در دورایی بندگی خدا و بندگی شیطان وایسادن چیه؟ بله همون آیه‌ای که خدا میگفت الم احد الیکم یا بنی آدم، مگه باهات پیمان نبستم فرزند آدم که از شیطان پیروی نکنی از من پیروی کنی. ادعاش میگه چی؟ میگه و علت آن چیست؟ ما گفتیم خدا چرا تو این آیه میگه از شیطان پیروی نکنیم؟ چون شیطان برای ما عدو مبینه، دشمنی آشکاره. پس پایین تواصل جواب میشه گزینه یک. بریم سراغ سوال بعدی. سوال 11 رو بچه ها بزنید گزینه‌شو بفرستین. نه اول بذار سوال 11 رو یه چیز بگم بعد گزینه‌شو بفرستین. سوال 11 رو یه چیز بگم. آقا سوال 11 خب میبینید در مورد مسئله حسن فاعلی و حسن فعلیه. من یه توضیح در مورد حسن فاعلی و فعلی بدم. بچه ها یادتون میادش که ما گفتیم برای اینکه یک عملی خالص باشه باید دو عنصر رو داشته باشه، حسن فاعلی حسن فعلی. قضیه از کجا آب میخورد؟ ما گفتیم آقا هر عملی که شما انجام میدین اون عمل دو بخش میشه، یکی نیت شما از انجام اون عمل،
یکی هم شکلی که اون عملو انجام میدی. برای مثال ما گفتیم آقا میخوایم نماز بخونیم، از نماز یه قصد و نیتی داریم، بعضی شده تستای کنکوره، از نماز یه قصد و نیتی داریم، حالا هر چی که هست، بعد میایم نماز به یه شکلی میخونیم، حالا هر شکلی که میخونیم. حالا کتاب میگه اگر شما در انجام عملتون قصد و نیت قلبیتون رضای خدا باشه، کارتون آپشنی داره به نام حسن فاعلی، و اگر شکلی که اون کار دارید انجام میدین جوری باشه که خدا گفته، کارتون آپشنی داره به نام حسن فعلی، اون موقع است که عملتون خالصانه است. برای مثال همون نماز، آقا من از نماز قصد و نیتم رضای خداونده، کارم چی داره؟ حسن فاعلی داره. بعد میام نمازو به شکلی میخونم که خدا گفته، صبح دو رکعت میخونم، تو هر رکعت چه چیزایی میخونم، اون موقع کارم چی داره؟ حسن فعلی داره. بچه ها میدونن برای اینکه آقا این دوتا رو قاطی نکنین، من یه کلیدی بهتون گفتم، گفتم بچه ها یه سوال، این که سائلی بر وزن چیه؟ فاعلی. سائلی بر وزن چیه؟ فاعلی. سائلی چیش همیشه درسته؟ نیتش. من ظاهرم غلط اندازه؟ بله. خب هر کسی آقا جون منو میبینه فهم کنه اند اون پسر بچه شرام، در صورتی که از نیت من باخبر نیست. نمیدونه من هر جایی هم باشم، حتی وسط گناه هم باشم، وسط میدان گناه، بازم نیتم نیت درستیه. پس حواست باشه هر وقت بهت گفتن حسن فاعلی، یاد سائلی میفتی و نیت انجام هر کاری. هر وقت بهت گفتن حسن فعلی، فعل به معنی انجام دادن دیگه، یاد آقا جون شکل کار میفت. که البته بچه ها میدونین که حسن فاعلی از حسن فعلی مهمتره. خب خیلی هم مهمه، وگرنه توی صفحه 44 پیامبر نمیگفت نیت مؤمن خیر من عملهی، پیامبر نمیگفت انما الاعمال بالنیات. گرفتی چی بهت میگم؟ اینو حتما 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 به خاطر بسپاری. اوکی؟ این از این داستان. خب حالا بچه ها با این تفاصیل شما بیاین این تست رو بزنید تا من یه نکته در گوشیه رو توی این تست بگم. بودو بودو باری که الان سایلی میگه چقدر جالبه، فاعلی بر وزن سائلیه، بر وزن پازوکی نیست. بله. خب گزینه بگین، گزینه. خب یک داریم، دو داریم، سه داریم، ماشاءالله چقدرم زیاد داریم. نکتهش توی کلاس گفتم بهتون، باری که الان خیلی ها درست زدن، معلومه درسو یادته. من اول نکتهش رو بگم، نکته این سوال برمیگرده به یه فعالیتی به نام تطبیق وسط صفحه 45 کتاب. ما گفتیم آقا جون ما به کسایی که استاد فکر کنم شام خوردن آه تو منو گرفت، دستم خورد لپتاپ از بیخ و بن خاموش شد، 10 دقیقه همه چی ترکید، آخیش دلم خورک شد. ما گفتیم آقا جون به کسایی که حسن فعلی دارن ولی حسن فاعلی ندارن، اصلا بچه ها میگیم آدم های چیچیکار، ریاکار. ما گفتیم شما اگر در انجام یه عملی قصد و نیتت درست نباشه، نیتت خراب باشه، کارت اون موقع چی داره؟ ریا داره. طرف به دیگران کمک میکنه ولی برای خود نمایی، نیتش خرابه. این کار اسلام میگن ریا. آمینستی برعکس این قضیه هم هست؟ یعنی چی؟ یعنی که بچه شما اگر یه عملی رو انجام بدی، خوب گوش بده، یه عملی رو انجام بدی، نیتتون عمل نیت خیره، نیتت خیره، حسن فاعلی داری، ولی شکل کارت اشتباهه. به رفیقت میخوای کمک کنی، جلوی رفیقاش میری میگی فلانی بیا این 2 میلیون رو بذار تو جیبت، بابا آبروی یارو رو بردی. خب گرفتی چی شدش؟ همچین کسی بچه همچین عملی اصطلاحا میگن جهل داره. پس عمل بدون نیت میشه ریا، عمل بدون شکل درست میشه جهل. اینجا رو نگاه، سرچشمه عملی که فاعل آن تصوری نیک دارد، یارو حسن فاعلی رو داره ولی حسن فعلی در آن نیست، یعنی مدل دوم میشه جهل.
مقاومت در برابر شیطان هم بچه متن کتاب درسیه با روی آوردن به خدا و پذیرش خالصانه فرمانهای او انجام میشه. جواب میشه گزینه یک. اوکی؟ این از این. بریم سراغ آقا جون سوال بعدی. سوال بعدی آها. میگه علت وجوبه بچه این وجوبه. وجوب روزه در کلام امیرالمومنین کدام است؟ و معید کدام یکی از طرق تقویت اخلاص. خب من یه چیز بگم بچه ها، در مورد تقویت، در مورد اخلاص یه بحثی خب ما تو درس داریم تحت عنوان راه‌های تقویت اخلاص و ثمرات اخلاص. میدونین که بچه ها کتاب برای اینکه شما اخلاصتون رو تقویت بکنین سه راهکار بهتون پیشنهاد کرده. بریم سراغ اون سه راهکار، اون سه راهکار رو با هم بررسی کنیم. اولین مورد اصطلاح معروف به افزایش معرفت به خدا. میدونی که معرفت یعنی شناخت، بدیهی هم است. من هر چقدر خدا رو بیشتر بشناسم ایمانم به خفن بودن خدا بیشتر میشه و به صورت طبیعی چیمو تقویت میکنم؟ آهان، اخلاصمو. به همین خاطره که بچه ها یه ترکیب قشنگ زدم، اینو بچه ها ندارین، این جدید ها، با یه نکته ای توی یه با یه عبارتی در درس یک. بچه ها یادتون میاد در درس یک پیامبر دستور میداد تفکرو فی کل شی، در همه چیز تفکر کنین. خب شما بچه ها اگر برین در همه چیز تفکر کنید ایمانتون به خفن بودن خدا زیاد میشه، و اول معرفتتون زیاد میشه، شناختتون به خدا زیاد میشه، بعد ایمانتون به خفن بودن خدا زیاد میشه و به صورت طبیعی چی تا تقویت اون میکنی؟ اون موقع اخلاصت رو تقویت میکنی. پس اینو حتما حتما حواست باشه، مسئله به شدت مهم و حائز اهمیتی. اوکی؟ این از این. اما بچه این سراغ دومین راه تقویت اخلاص که اصطلاح معروف به چی؟ راز و نیاز با خدا و کمک خواستن از او. آقا یه چیز خیلی بدیهیه، من هر چقدر با خدا بیشتر راز و نیاز کنم یعنی دارم بیشتر بندگی خدا رو میکنم و به صورت طبیعی چی رو تقویت میکنم؟ اخلاصم رو تقویت میکنم. یه چیز بدیهیه. گرفتی چی شدش؟ حالا من یه نکته اینجا بهت یاد بدم، اینم جدید، عشق کنی. اینو نگاه کن، اینو نگاه کن. هر جمله مناجاتی به این راه تقویت اخلاص اشاره دارد. آقا یعنی چی؟ هر جمله مناجاتی به این راه تقویت اخلاص اشاره دارد. این یعنی چی؟ آقا شما دیدی ما در دین و زندگی یک سری دعاها داریم، اصلا تو درسای دیگه ها، تو درسای دیگه دین و زندگی. برای مثال، مثلا درس یک سال 11 حدیث داریم از امام سجاد. امام سجاد میفرماید خدا یا ایام زندگانی مرا به آن چیزی اختصاص ده که مرا برای آن آفریده، که اشاره داره به یکی از نیازهای برتر انسان، شناخت هدف زندگی. من حرفم میدونی چیه؟ مگه بچه این جمله امام سجاد یه راز و نیاز امام سجاد با خدا نیست؟ پس به کدوم یکی از راه تقویت اخلاص اشاره داره؟ راز و نیاز با خدا و کمک خواستن از او. درسته که 12 آیه داری اللهم لا تکلنی، خدا یا چشم بر هم زدنی مرا به خودم وا مگذار. خب مگه این مناجات پیامبر با خدا نیست؟ راز و نیاز پیامبر با خدا نیست؟ پس به کدوم یکی از راه تقویت اخلاص اشاره داره؟ راز و نیاز با خدا و کمک خواستن از او. الله اکبر، الله اکبر. این از این قضیه. اما بچه ها سومین راه تقویت اخلاص هم اصطلاح معروف به دوری از گناه و تلاش برای انجام واجبات. اینم قبول داری؟ خب بله 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 مریم، قبول داری من هر چقدر آقا جون از گناه، استاد الان این دو نکته جدید رو وارد کتاب کنی، دوست داشتی وارد کتاب کن، من اصلش رو تو کتاب گفتم ولی یک دوست داشتی وارد کن. آقا من هر چقدر از گناه بیشتر دوری کنم، واجبات رو بیشتر انجام بدم، یعنی به صورت طبیعی بیشتر دارم خدا رو بندگی میکنم و چیمو تقویت میکنم؟ اخلاصم. کتاب میگه گناه ریشه درخت اخلاص سربندگی رو میسوزونه و اون از بین میبره. به همین خاطره که اومانی میگه تمام اخلاص در دوری از گناهانه. یا بچه ها کتاب از اون طرف میگه انجام واجبات باعث تقویت اخلاص میشه. یکی از واجباتی که در تقویت اخلاص خیلی بچه ها تاثیر داره میدونین چیه؟ روزه است.
یادتون میاد بچه در مورد روزه ما یه دونه آیه داشتیم تو سال دهم؟ یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردین، کتب علیکم الصیام، روزه بر شما واجب شده است. صیام یعنی چی؟ یعنی روزه. پس میتونه توی یه دونه تست ترکیبی فوق العاده قشنگ برگرده چی بگه؟ برگرده بگه عمل واجب به دست آمده از آیه شریفه یه جای خالی. منو نگاه، عمل واجب به دست آمده از آیه شریفه یه جای خالی بیشترین تأثیر در تقویت اخلاص رو داره. شما میگی چه عمل واجب بیشترین تأثیر در تقویت اخلاص رو داره؟ روزه. آیش کدومه؟ آیه صیام. میری تو گزینه ها پیدا میکنی. یکی از بچه ها میگه آقا تفاوت اخلاص و تقوا رو میشه بگین؟ خیلی سوال بدی بود. اخلاص یعنی انجام امور بر محور رضای الهی، تقوا یعنی دوری از گناه، پرهیزگاری. خیلی دورن. آره تقوا یا همون دوری از گناه و پرهیزگاری میتونه راه تقویت اخلاص باشه، ولی اصلا نمیشه با اخلاص مقایسش کرد. اصلا نمیشه این دوتا رو بذاری کنار، اصلا یه چیز دیگه است. از طرفی هم بچه یادتون میاد که اخلاص سه تا ثمره داشت. اولیش دستیابی به درجاتی از حکمت. پیامبر میفرمود هر کس 40 روز کار خودش رو خالصانه برای خدا انجام بده، چشمه های حکمت و معرفت از دل و زبانش جاری میشه. خب چشمه های حکمت و معرفت از دل و زبانش جاری میشه. دومین ثمره اخلاص اسمش بود نفوذ ناپذیری در برابر وسوسه های شیطان. تو اون کانال صحاب مرده من رفتی آیه یوسف رو ببینی که در مورد نفوذ ناپذیری در برابر وسوسه شیطانه؟ اونی که آدرس کارا رو میخواست بیاد، آنتی کرونا آندلاین سایلی، رفتی فیلم یوسف رو ببینی؟ آره؟ فیلم یوسف رو رفتی ببینی؟ آه استاد بالاتری میوره درخت اخلاص چی؟ بیشتر تو نظام قدیم برو بیادش، ولی سومین ثمره اخلاصه. بنویس یه گوشه بری بشینی ببینی اون فیلم آیه یوسف و 32 33 سوره یوسف. آره باریکالله. اما چه آخرین ثمره اخلاص هم اصطلاح معروف بود به دریافت پاداشای وسما شدنی که ما گفتیم کسی که به اخلاص میرسه خدا یه پاداشایی بهش میده که اصلا در ظرف ذهنش نمی گنجه. یکی از این پاداشا بچا به تعبیر کتابتون دیدار خداونده، همون دیداری که نهایت آرزوی عارفان، دوست دلهای صادقان، ولی مؤمنان و معبود عالمیانه. استاد میشه فیلم آیه رو امشب داداش چیزه پین کردم تو کانال، تو برو یه نگاه به کانال بنداز، پینش کردم. اوکی، اینم آخرین ثمره اخلاصه که بچه ها در موردش داریم. خب حالا بریم سراغ تست. علت وجوب روزه چیه؟ معنی میگفت خداوند بدان جد روزه را واجب کرد تا اخلاص مردم را بیازماید. بعدش میگه چی؟ میگه معید کدومی که از راه تقویت اخلاصه؟ خب دوری از گناه و تلاش برای انجام واجبات. پس جواب میشه گزینه دوم. بریم سراغ سوال بعدی. سوال بعد، سوال بعد بچه ما رو وارد درس پنج میکنه. من تو درس پنج دو تا چیز برای مهمه که مرورش کنم. یک قضا و قدر، دومیش البته قضا و قدره. اولیش بچه ها در مورد مسئله اختیاره. یا چون میاد توی درس پنجم ما دو سه تا آیه در مورد اختیار داشتیم و یه بحثی داشتیم تحت عنوان نشانه‌های وجود اختیار. بیا من به بهونه این تست هم نشانه‌های وجود اختیار رو برات مرور کنم، هم اون دو تا آیه رو. اوکی؟ بسم الله، با من همراه باش. حالا دیگه بماند. یکی نوشته آقا شما پنج صبح کانال بلند میشین تو کانال پیام میزنین، یه سریشو خودم انجام میدم، یه سریشو دستیارم انجام میده. من کلن کم میخوابم، یعنی عادت دادم خودم رو کم بخوابم. آره خب، اما بچه های یادتون بیادش ما میگفتیم برای اثبات وجود، نشون دادن وجود اختیار، سه تا نشونه میتونیم در نظر بگیریم. خب
اولین نشونه استلام معروف بودش به تفکر و تصمیم. گفتیم همین که شما در طول شبانه روز میتونین روی یه سری چیزهای مختلف فکر کنین، اونا رو سبک سنگین کنین، بعضی وقتا در موردشون تردید کنید. نشوندنده وجود اختیاره. بهتون همیشه مثال زدم، فرنده زدن یک تست رو دقت کنی، شما با اختیار خودت داری روی تست فکر میکنی، گزینه‌هاشو سبک سنگین میکنی، بعضی وقتا بین دو تا گزینه دچار تردید میشی، دست آخر با اختیار خودت تصمیم میگیری فلان گزینه رو انتخاب کنی. نشوندنده وجود اختیاره. این که فردا این کنم یا آن کنم خود دلیل بر اختیار است ای سرم. میگه این که داری به این فکر میکنی امروز این کار انجام بدم فردا اون کار انجام بدم، خودش نشوندنده وجود اختیاره. اما دلیل بعدی بچه ها استلام معروفه به احساس رضایت یا پشیمانی. عزیز جان، این که شما بعد از انجام یک سری کار احساس رضایت یا پشیمانی داری به خاطر اینه که اون کار رو با اختیار خودت انجام دادی. چرا وقتی که توی کنکور قبول میشی از خوشحالی میخوری در دیوار؟ چون میگی من با اختیار خودم نشستم درس خوندم نتیجه گرفتم، حالا حقمه که خوشحالی کنم. یا اگر قبول نشی چرا ناراحتی میکشی؟ چرا زانوی غم بغل میگیری؟ چون میگی من با اختیار خودم درس نخوندم نتیجه نگرفتم، حالا حقمه که ناراحتی بکشم. اگر نبودی اختیار این شرم چیست؟ این دریغ و خجلت و آزار چیست؟ سومی هم معروفه به مسئولیت پذیری. کتاب میگه آقا ما خودمون مسئول یه سری از کارا میدونیم، به همین خاطر اگر به کسی زیان برسونیم در صدد جبران برمیایم، چون خودمون مسئول میدونیم. کتاب حرف قشنگ میزنه، عهدها و پیمانها نیست بر همین اساس استواره. چرا شما وقتی پای قراردادی رو امضا میکنی در قوال اون قرارداد خودتو مسئول میدونی؟ چون میگی من با اختیار خودم نشستم آقا جون درس خوندم نتیجه گرفتم، حالا حقمه که خوشحالی کنم. یه بخشی من با اختیار خودم پای اون قرارداد امضا کردم، حالا در قبال اون قرارداد مسئولم. پس همین مسئولیت پذیری سومین نشونه وجود اختیاره. به قول شاعر که میگه هیچ گویی سنگ را فردا بیا، ور نیایی من دهم بد را سزا، ور نیایی من دهم بد را سزا. هیچ عاقل مر کلوخی را زند، هیچ با سنگی عتابی کس کند. شاعر میگه آقا وقتی شما با یه سنگی میزنی یه شیشه یه میشکونی، ننداز گردن سنگه، تو بودی که این کار انجام دادی. تام شرف پی کارش، حواست باشه، پس مسئولیتشو به عهده بگی. حالا بچه ها در باب وجود اختیار شما دو تا آیه هم توی درس داری. فعلا بچه ها میرم سراغ آیه اول. چشت با آیه اول باشه. آیه اول میگه قد جاءکم بصائر من ربکم، همانا برای شما رهنمودهایی از پروردگارتان آمد. اناش میگه فمن ابصر فلنفسه، هر کس بینا گشت به سود خودش است. و من امگه فعلیها، و هر کس هم کوری پیشه کرد به ضرر خودشه. بچه ها یادتون میاد که وقتی تو اینای خدا میگه انسان من رهنمودا بهت دادم، دلت خواست چشاتو باز کن استفاده کن، دلت نخواست چشاتو اندو استفاده نکن، یعنی تو چه آپشنی داری؟ یعنی تو اختیار داری. و البته بچه ها یه چیز بهتون میگم، این که بنابراین آیه ما نتیجه اعمالمونو مجبوریم که بپذیریم، مجبوریم که بپذیریم. گرفتی چی شدش؟ چون وقتی برمیگرده میگه آقا هر کی استفاده کنه به سودش، هر کی استفاده نکنه به ضررشه، یعنی که تو در قبال نتیجه کارایی که میکنی آقا جو مسئولی و به گردن خودته، نمیتونی بندازی گردن ایش. حالا بچه یه سوال، به نظر شما این آیه به کدوم یکی از نشونهای وجود اختیار اشاره داره؟ برای تو کتاب هم نوشتم دو مورد. اولش میشه تفکر و تصمیم. چرا؟ چون وقتی برمیگرده میگه فمن ابصر فلنفسه، ای هر کس بینا بشه به سودشه، و من عمه فعلیها، هر کسی کوری پیشه کنه به ضررشه. این کوری پیشه کردن رو بچه ها، این بینا شدنه، حواستون باشه، منظور از طریق چش نیست، منظور از طریق تفکره. وقتی آیه میگه من رهنمودام فرستادم ابصر بینا شو، منظورش این نیستش که چشاتو باز کن، نه، منظورش اینه که آقا از تفکر و تصمیمت استفاده کن تا بتونی آقا رهنمودای من استفاده کنی. اوکی، این حواست باشه. البته بچه به مسئولیت پذیری هم اشاره داره. دلیلش هم بگم، آیه برمیگرده میگه آقا من رهنمودا فرستادم، خواستی چشاتو باز کن به نفعته، خواستی چشاتو بند به ضررته، یعنی آقا هر بلایی سرت بیادش مسئولش خودتی.
و هیچ کسی ربطی نداره. اوکی این هستی. اما بچه ها بریم سراغ آیه دوم. آیه دوم هم که بچه ها یادتون میاد یه آیه یه که در روز قیامت رقم میخورد، همون آیه که خدا میگه ذالک به ما قدمت ایدیکم، این عقوبتی که سرت میاد به خاطر کردار پیشین خودته. بچه من همیشه این آیه منو یاد چی میندازه؟ یاد رابطه تجسم عمل میندازه. صفحه 90 دهم درس 7 یادتونه؟ همون فرمول محاسبه اعمال تو آخرت که خود عملت میشد پاداش و یا کیفرت. وقتی آیه میگه ذالک به ما قدمت ایدیکم، این عقوبت به خاطر کردار پیشین خودته، یعنی آیه انسان حواستو جمع کن، فرمول محاسبه اعمال تو آخرت اینه که خود عملت میشه پاداش و کیفرت. حالا وقتی بچه تو اینای خود برمیگرده میگه این عقوبت به خاطر کردار پیشین شماست، به نظر شما به کدوم یکی از نشونه وجود اختیار اشاره داره؟ طبیعتاً مسئولیت پذیری دیگه. تموم شد رفت به کارش. چرا؟ چون میگه چیزی که سرت میاد مسئولش خودتی، پس با این تفاصیل میشه مسئولیت پذیری. سومین نشونه وجود اختیار. جواب تستو بفرست ببینم. بودو ما منتظریم. گزینه. خب ببینم چی کردین. خب آواریش حالا گزینه چرا این وسط چند نفر آقا جون کارو خراب کردن؟ خب ببینم آقا حقیقتی در وجود انسان که معنی توانایی بر انجام یک کار یا ترک اونه که بچا اختیاره. از آیه همون آیه که خدا میگه بر رهنمودان فرستادم، دلت خواست چشات باز کن استفاده کن، دلت نخواست چشات بنده استفاده نکن. خب باریکالله من یه چیز رو ببینم. یکی این وسط گفته گزینه 3 داشت، این آیه گزینه 3 از دین و زندگی حذف شده. اصلا این آیه رو کجا تو فردش آوردی که گفتی گزینه 3؟ بعد بچه ها یادتون میاد که گفتم این که خدا میگه ابصر بینا شو اشاره داره به تفکر و تصمیم. بچه ها میشه گزینه چندم؟ گزینه دوم. خب آقا بریم آن بچه ها راستی یه چیز بگم، این آیه یومسکو میدونین که بچه های خود من میدونن، بچه هایی هم که ایانا دانش آموز من نیستن دقت بکنن. این آیه یومسکو در صفحه 56 کتاب من بودش، از چاپ نهایی سال 12 هم حذف شده. بلخص احیانا اگه فارغ التحصیل کسی رو داریم دقت کنه، این آیه از کتاب 12 99 حذف شده. پس از این تسته میگذاریم. اوکی؟ خب اما این بچه سراغ سوال بعدی. سوال بعدی ما رو وارد بحث قضا و قدر میکنه. گرفتی شدش؟ بسم الله. آره بریم سر وقت آقا جون قضا و قدر، بریم داستان قضا و قدر به چه شکلی. من یه مروری رو قضا و قدر داشته باشم، فرمول سایلی خوب باید یادتون باشه. فرمول سایلی در مورد قضا و قدر فرمول زبانزد خاص و عامه، حواستون باشه. خب آقا بریم سراغ قضا و قدر. شما فقط تخته رو نگاه کنین، من حتی تو تصویرم نمیام. اگر به خاطر بیارین بچه‌ها ما گفتیم اولین نکته‌ای که در مورد قضا و قدر خب مهمه اینه که بچه‌ها یادتون باشه حتما قضا و قدر دو تا عبارت جدا از همن، قضای الهی و قدر الهی. تکرار میکنم، قضای الهی و قدر الهی. بچه اول کار ما با چی شروع کردیم؟ کار آقا ما با قدر شروع کردیم. گفتیم قدر در لغت به معنای اندازه، حدود، ویژگی، موقعیت مکانی و زمانی، رنگ، بو، مزه و به صورت کلی هر جزئیاتیه که خداوند در خلقت یه موجود تعیین کرده. من بهت گفتم هر وقت در سوالی
صحبت از ویژگی هایی شد که خدا تو خلقت یه موجود گذاشته. بحث پس چیه؟ قدر الهی. فرمول سایلی ها، هر وقت در سوالی صحبت از ویژگی هایی شد که خدا در خلقت یک موجود گذاشته، بس چیه؟ قدر الهیه. برای مثال قرمزی گل روز ویژگی گل روزه، پس میشه قدر الهی. درجه دمای خورشید ویژگی خورشیده، پس میشه قدر الهی. تعداد الکترون هر عنصر ویژگی اون عنصر هم، پس میشه قدر الهی. مایع بودن آب ویژگی آبه، پس میشه قدر الهی. پس هر وقت در سوالی صحبت از ویژگی هایی شد که خداوند در خلقت یک موجود گذاشته، اون ویژگی ها میشه چی؟ قدر الهی. اوکی؟ اما بچه ما گفتیم قضا در لغت به معنای به انجام رساندن، پایان دادن، اوک کردن، ادمیت بخشیدن، کاری رو عملی کردن و به صورت کلی هر فعلیه که از جانب خدا صورت بگیره. ما گفتیم هر وقت در سوالی صحبت از انجام فعلی از جانب خدا شد، دقت کنید، انجام فعلی از جانب خدا شد، بس قضای الهی. مثل چی؟ خلق موجودات، برپا کردن قیامت، زنده کردن انسان ها. گرفتی چی بهت میگم؟ آیه داریم، آیه میگه کل یوم هو فشن، خداوند از سندرکار هر های کاریه. انجام فعلی از جانب خدا رو داره میگه، پس قضا الهی. آیه داریم الله و خالق و کل شی، خداوند خالق هر چیزی است، داره انجام فعلی از جانب خدا رو میگه. همه اینا میشه انجام فعلی از جانب خدا و اشاره داره به چی؟ اشاره داره به عرضم به حضورتون که قدر الهی. اوکی؟ بخش قضا الهی. پس اون دوتا فرمول حتما یادتون باشه. حالا بچه ها با تکیه بر اون دوتا فرمول بریم سر وقت سوالمون. آقا سوال رو نگاه کن، اصلا آیه رو ولش کن، این همون آیه است که بچه ها حذف شده. مفهوم میگرد نظام تعیین شده میان موجودات. نظام وقتی میگه یعنی نظم و قانونمندی، نظم موجودات ویژگی موجوداته، پس میشه قدر الهی. خلق و اجرای موجودات، خلق و اجرای موجودات انجام فعلی از جانب خداست، پس میشه قضای الهی. و خواستگاه تغییر، بچه من گفتم تغییر همون قدر الهی دیگه. وقتی خدا میخواد ویژگی های موجودات رو تعیین بکنه از چیش استفاده میکنه؟ علمش، حواست باشه. ولی وقتی بخواد یه فعلی رو انجام بده یعنی قضا، از ارادش استفاده میکنه. اوکی؟ اینم شد از بحث قضا و قدر و مروری که بحث قضا و قدر داشت. خب اینم از این قضیه. حالا میتونیم بریم سراغ درس ششم. بچه تا اینجای کار کسی سوالی داره؟ تا اینجای کار کسی سوالی داره بفرسته. سوال همگی سوال. سوالی نیست؟ هیچی؟ الو دیواره رو توی اون دا قضیه مامدی رو توی آره هستم رویا سما، اون قضیه دیواره مامدی رو توی درس گفتم، بعدن اگه شدش توی تلگرام بپرس، من میگم اونجا توی تلگرام. اوکی؟ خب اما برای بچه بریم سر وقت آقا جون درس ششممون. پرونده کار امشبمون رو دیگه کم کم رو به اتمام ببریم. اوکی؟ بسم الله. درس شیش، درس مهم، بحث سنت های الهی. من در مورد کلیاتش یه صحبتی کنم. بچه ها میدونین که ما گفتیم بر اساس قدر الهی جهان خلقت یک سری قوانین داره. بر اساس قدر الهی جهان خلقت یک سری قوانین داره. قوانین جهان ویژگی های جهان، پس میشه قدر الهی. اوکی؟ خب پس ما گفتیم بر اساس قدر الهی جهان خلقت یک سری قوانین داره که اسم دیگه این قوانین اصطلاحا معروف به سنت های الهی.
بعد گفتیم قوانین و سنت های خدا دو دستن. چند دسته؟ دو دسته. چند دسته؟ دو دسته. دسته اول قوانین و سنت هایی که مربوط میشه به پیدای طبیعی، ریختن برگا در فصل پاییز، جاذبه زمین، تعداد الکترون های عنصر، مایه بودن آب. اینا قوانین و سنت هایی که مربوط میشه به پیدای طبیعی. اما دسته دوم قوانین و سنت هایی که مربوط میشه به زندگی انسان، که ما کارمونم توی این درس شناخت قوانین و سنت های مربوط به زندگی انسان بود، که 6 مورده که تیه بچه ها سوالاتی که داریم به مهمتریناش اشاره خواهیم کرد و مهمتریناش رو بررسی میکنیم. فعلا میرم سراغ سوال اول. پیام کدام حدیث معید سنتی است که سبب رشد دو کمان و یا عقب ماندگی و خسال ما میشود؟ اوه، صحبت سوال اینجا رو ببین، ببین چی آوردم. صحبت سوال بچه ها در مورد سنت ابتلاء، اولین سنت یا همون سنت امتحان هم اصطلاحا بهش میگیم. میدونید که بچه ها بر اساس سنت ابتلاء یا همون امتحان، خداوند در طول زندگی همه انسان ها اونا رو مورد امتحان و آزمایش قرار میده تا صفات دروزیشون رو بروز بدن، اون درستی یا نادرستی اون چه که ادعا کردن مشخص شه. کتاب میگه با این امتحانات خداست که هویت و شخصیت انسان ها ساخته میشه. نکته مهم این بود. نکته مهم اینه که کتاب میگه حواستو جمع کن، بین امتحان الهی و امتحان بشری تفاوت وجود داره. امتحان بشری برای چیه؟ امتحان بشری برای پی بردن به حقیقت درون آدم هست. اگر من دانش آموزم امتحان میگیرم برای اینکه میخوام ببینم درس خون هست یا نه. اما خداوند علیم، نیازی به دونستن درون ما نداره، پس چرا امتحان اون میکنه؟ برای اینکه استعدادهامون ظهور پیدا کنه، تمایلات درونیمون هم معلوم شه. من مثالی که سر کلاس پرد زدم و یادت میاد، برگشتم گفتم مسئله امتحان الهی مسئله تستیه که از یک شخص برای ورود به یه تیم فوتبال میگیرن. گرفتی شدش؟ این از این قضیه. نه هستی تو کار امروزمون نیست. خب برای اینکه آقا جون ببر چی از طرف تست میگیرن؟ برای اینکه ببینن آقا طرف تو فوتبال استعداد داره یا نداره. گرفتی؟ امتحان الهی هم دقیقا همینه. که کتاب میگه عمل درست در مقابل امتحان خدا رشد و کمال شما و عمل غلط عقب ماندگی و خسران شما رو به دنبال داره. نکته مهم بچه ها اینجاست. کتاب عنوان میکنه که سنت امتحان عامترین و فراگیرترین سنت زندگی انسانه. یعنی تنها سنت خدا که بچه ها شامل همه میشه فقط سنت امتحانه. اما نکته اینجاست که این سنت عام یک جنبه خاص هم داره. یعنی در مورد یک سری افراد به شکلی خاص انجام میشه. ببینید آقا سنت امتحان سنتی عام، همه امتحان میشن. آیه داریم، کل نفس ذائقه الموت، هر کسی طعم مرگ را میچشد و ما شما را با شر و خیر میازماییم. آیه داره تو درس. اما سنت امتحان با وجود آن بودنش در مورد یک سری افراد به شکلی خاص انجام میشه. کیا؟ کسایی که ادعای ایمان میکنن. هر که در این بعض مقرب تر است جام بلا بیشترش میدن. در مورد کسانی که ادعای ایمان دارن سنت امتحان به شکلی خاص انجام میشه. در باب این قضیه هم حدیثی از امام صادق داریم، هم آیه ای از قرآن. حدیث امام صادق: انما مؤمن به منزله کفه المیزان، همانا مؤمن به منزله کفه ترازوست. کل ما زید فی ایمانی زید فی بلایی، هر چقدر ایمانش بیشتر باشه بلا و امتحانش هم بیشتره. آیه داریم: احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. آیا انسان ها فکر کردن همین که گفتن ایمان آوردیم اونا رو ترک میکنیم و مورد آزمایش قرار نمیگیرن؟ که بچه ها وقتی توی این آیه از آمنا کسایی که ایمان آوردن صحبت میشه، بدانید که این آیه در مورد جنبه خاص سنت امتحانه. حالا با این علم سوالو برام بزن ببینم، مطمئنم خیلی ها غلط میزنن. سوالو بزن.
خب ببینم گزینه گزینه گزینه. خواب 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 خواب. آره بگو بگو. ای چرا سوال قبلیش، چرا نمیگین سوال قبلیش بود؟ اینو بعد بزنیم بابا. رفته برن چی و داره میزنه؟ چرا خب نمیگین؟ این سواله بچه ها، الان بزنید گزینه رو بگید. این سواله. بادا بادا گزینه. بادا خواب گزینه گزینه گزینه. واقعا براتون متاسفم. ادعا ادعا انیشتین عمل کرد. مجید جان دلبندم، عزیز جان، صورت سوال داره سنت امتحانو میگه. هر سه تا گزینه در مورد سنت امتحانه. چیزی که تو باید مشخص میکردی اینه بابا. صورت سوال داره جنبه عام سنت امتحان میگه. جنبه تو صورت سوال از مؤمنان صحبتی شده؟ از مؤمنان صحبتی شده؟ نه. پس داره جنبه عام سنت امتحانو میگه. برای جنبه عام هم که گزینه دوه. یعنی واقعا 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 مامانا یه دونه دیگه بذاری پس کله این بچه ها. تو پیر شدم یا کن خدا وکیلی نگاه موه این فوکوسش درسته. بذارینم چون موه هم همه سفید شد. همه موه هم سفید شد. این هستی. سوال بعدی، سوال بعدی. خب سوال نگاه کن، سوال کن، سوال نگاه کن. میگه آقا این مطلب که وقتی دو نفر با هم آیاتی را از رسول خدا میشنیدن در یکی کفر رجاجت میافزایید و دیگری در تقویت ایمان منجر میشد، با مفهوم کدوم آیه در ارتباطه؟ بچه این سوال ارتباط داره با سنت توفیق الهی. اما قبل از اینکه وارد جزئیاتش شم، ببینیم با هم دیگه سنت امداد عام و امداد خاص که توفیق الهی هستش رو با هم دیگه یه مرورشون کنیم. اول میرم سراغ سنت امداد عام الهی. سنت امداد عام الهی بچه ها یادتون میاد همون سنتی بودش که ما میگفتیم ما دو دسته آدم داریم. یکی کسایی که حرف پیامبر رو قبول کردن و رفتن دنبال آخرتشون، یکی هم کسایی که حرف پیامبر رو قبول نکردن و رفتن دنبال دنیاشون. بر اساس این سنت خداوند برای هر دو گروه امکانات و لوازم رسیدن به خواستهاشون رو فراهم میکنه. اونی که از خدا دنیا رو میخواد خدا دنیا رو بهش میده، اونی که از خدا آخرت رو میخواد آخرت رو بهش میده. به همین خاطری که آیه درس یادته کلا نمه دو حولائه و حولائه من عطا عرب بکه و ما کان عطا عرب بکه محضورا. آیه میگه هم به اینان و هم به آنان از عطای پروردگارت امداد میدهیم و عطای پروردگارت هیچ پوششی ندارد. بچه ها تو اینای وقتی خدا دو تا حولائه میآورد این دوتا رو داره میگه. آیه میگه هم به اینان و هم به آنان از عطای پروردگارت امداد میدهیم و عطای پروردگارت هیچ پوششی ندارد. گرفتی چی شد؟ اینو یادتون باشه حتما حتما. بعد بچه ها رفتیم سراغ سنت چسبیده به این سنت که معروف بود به نام امداد خاص یا همون توفیق الهی. ما گفتیم آقا آباری کرد، ما گفتیم امداد عام چند رو داره؟ دو رو داره، خوبا بدا.
شما اگر از امداد عام بدا شوفاکتور بگیرید فقط خوباش بمونه میشه سنت توفیق الهی. امداد خاص خدای متعال نسبت به اونایی که با نیت پاک قدم در راه خدا میذاشتن، یعنی خدا برای این گروه شرایط و اسباب رسیدن به خواستهاشون رو فراهم میکرد. من فقط یه چیزی رو تذکر بدم، این نکته مهمیه. بچه ها یادتون میادش ما برای تشخیص سنت توفیق الهی فرمول ساختیم؟ گفتیم ساده شده یه توفیق میشه چی؟ به خدا حال بده خدا بهت حال میده، به خدا حال بده خدا بهت حال میده، به خدا حال بده خدا بهت حال میده. این ساده شده یه توفیقه. در مورد سنت توفیق بچه ها ما دوتا مثال هم داریم توی درس. خب اولین مثالی که داریم، ببین فرمولا تو مثالاش بچه خیلی به درد میخوره. اولین مثالی که داریم اینه که خداوند عنوان کرده که من برای شأن انسانهای مؤمنم زمینه رشد و تعالی رو فراهم میکنم. بچه ها شخص مؤمن بودن به خدا حال دادنه یا اینکه خدا به ما حال بده؟ به خدا حال دادنه. اینکه خدا زمینه رشد و تعالی رو فراهم بکنه چی؟ خدا به ما حال میده. پس شعارمون جور شده این جمله به چه سنتی اشاره داره؟ توفیق الهی. یا یه مثال دیگه تو درس داریم، خدا میگه یکی از جلوه های دیگه این سنت اینه که نصرت و هدایت الهی به دنبال تلاش و مجاهدت. تلاش و مجاهدت ما در راه خدا به خدا حال دادنه یا یعنی اینکه خدا به ما حال بده؟ به خدا حال دادنه. اینکه خدا نصرت و هدایتش رو نصیبمون میکنه چی؟ خدا به ما حال میده. پس شعارمون جور شده این جمله به چه سنتی اشاره داره؟ توفیق الهی. البته بچه من این چیز بهتون بگم، فقط یه چیز بگم بعد این نکته در گوشیه که حواستون باشه، به خدا حال بده خدا بهت حال میده است فرمول توفیق. یه نکته ای من بهتون میگم بچه ها، کتاب میگه در کسب توفیق الهی، خب عرضم به حضورتون که عوامل درونی بسیار تأثیر گذارن، یعنی آمادگی نفس برای کسب توفیق الهی. بچه ها نفس شما باید آماده باشه. یکی از آمادگی‌هایی که باید داشته باشه اینه که بچه باید حق پذیر باشه. گرفتی چی شد؟ کتاب مثال زده، میگه دو نفر از بغل یه مسجد رد میشن، صدای اذان رو میشنون، یکی میره تو مسجد نماز اول وقتش رو میخونه، یکی هم آقا جون بی تفاوت از کنار مسجد رد میشه. پس در کسب توفیق الهی آمادگی درونی ما انسان ها مهمه بچه ها. اینو حتما حتما حواستون باشه. یا مثالی که بچه ها تو این سوال داریم، کتاب میگه آقا جون در کسب توفیق الهی، مثلا آقا جون دو نفر آیاتی از رسول خدا میشنیدن، یکی این صدای این آیات جذبش میکرد میرفت سمت قرآن، یکی هم نه اتهام برعکس چون نفسش آماده نبود لجاجت میورزید و آقا جون بدتر در مقابل قرآن وای میسته. پس در کسب توفیق الهی آمادگی درونی مهمه. صورت سوال داره توفیق رو میگه. در رابطه با توفیق ما یه دونه آیه تو درس داریم، همون آیه که خدا میفرماید والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا ان الله لمع المحسنین. همانا کسانی که در راه ما جهاد میکنن به راه خودمان هدایتشان میکنیم، همانا خداوند با نیکوکاران است. آقا جهاد و نیکوکاری به خدا حال دادن یا اینکه خدا به ما حال بده؟ به خدا حال دادنه. اینکه خدا لنهدینهم کنه هدایتمون کنه چی؟ خدا به ما حال میده. پس شعارمون جور شد این سنت اشاره داره به این جو آیه اشاره داره به چه سنتی؟ توفیق الهی. اوکی، این از این قضیه، حواستون باشه. خب اما بچه ها بریم سراغ سوال بعدی، سوال آخر. خب میگه با توجه به آیات قرآن به ترتیب آشکار شدن باطن انسان ها. بچه اینه تو متن کتاب من هست، برای امداد عامه. امداد عام هم که آیه چی بود؟ حولای حولای عطا عطا. پس بچه ها جواب بین گزینه یک و سه. اما اعطای مهلت به منظور افسایش گناه. یه چیز بهت بگم اینم خیلی مهم، بیا اینجا سنت املا و استدراج که بچه ها یادتون میادش، که سنت املا و استدراج رو که یادتون میاد، همون سنتی داستان املا و استدراج این بود. خداوند میومد به کسایی که بچه ها از مهلت توبه سوء استفاده کردن و از مهلت توبه در جهت افزایش گناه استفاده کردن و لجاجت ورزیدن در مقابل حق، سنت املا و استدراجش شروع میکنه. همون سنتی که بچه اسلام بهش میگیم سنت کامران و هومن. من گفتم املا و استدراج حاصل ترکیب دو سنتی که به تنهایی معنا ندارن، املا و استدراج در کنار همن. خدا میاد به اون گناهکار پر روا در قسمت املا
مهلت و امکانات گناه کردن میده تا اونا بیشتر گناه کنن و در قسمت استدراج اونا رو به تدریج به سمت هلاکت ابدی میبره. آیه داشتیم در موردشونا، والذین کذبوا به آیاتنا، کسانی که آیات ما رو تکذیب میکنن، سنستدرج و من حیث لا یعلمون، به تدریج اونا رو وارد عذاب میکنیم از جایی که نمیدانن و املی لهم و به آنها مهلت میدهیم، انم این کیدی متین، به اونا مهلت میدیم که آقا بیشتر گناه کنن. بهش اصلا هم میگفتیم سنت املا و استدراج که خیلی هم سنت ترسناکی بود. اوکی، این هم آخرین سنت بچه ها مهمی بودش که دوست داشتم با هم دیگه بررسیش کنیم و داستانشو داشته باشیم. بله، این تا اینجای کار بچه ها. سوال باتریم دیگه تموم شد، خدا وکیلی دیگه باتریم تموم شد. آره، سوال. خب بچه های عزیز، انشالله بچه ها ما دیگه میریم تا 28 دی من شما رو ببینم. بچه ها جلسات تست مرور با دستیارم هم دیگه فعلا ندارین به خاطر اینکه درگیر امتحاناتونین. خب دیگه انشالله بچه ها میریم تا 28 دی که یک شنبه میشه و کلاس منو دوباره برمیگردیم به ادامه کارمون. اوکی، املا رو یه بار دیگه بیارمش. باشه، چشم. خب املا هم یه بار دیگه میارم. پس حواستون باشه بچه ها، عرضم به حضورتون که خوب درس بخونین. اون برنامه ای که چاک کریم دم شما گم، اون برنامه ای که برا سال دهم تو کانالم گذاشتم و حتما پیش ببر قبل از امتحان دین و زندگی درس 1 تا 6 رو خوب بخون، ازشون تست بزن، پیش 1 و 10 تو ببند، چون تا 8 دیگه سر وقتشون نمیری و دیگه خیلی بیات میشه اگه این کارو نکنی. اوکی، مرسی بچه ها بابت امروز، زودترم دیگه برتون کردم که برین استراحت بکنین، یه سریاتون هم که فردا امتحان دارین اذیت نشین، کار اونم که اصلا روون پیش رفت، خدا رو شکر به هرچی میخواستیم رسیدیم. دم همتون هم گرم باشه، خیلی شاکریم. ایشالله بچه ها من براتون یه دونه از این جنبندی برای سال دهم هم انشالله میذارم. شاکریم، عشقین شاکریم. هستی برو تو کانالم، توی بیو کانالم یه شماره تلگرام رفع اشکاله، اونجا پرسداداش به جواب میدم. عشقین، خسته نباشین. بهزت آشنای سنه است.